سلام، من رضا هستم، معلم فارسی. In this series of videos, I review my recent book, Learn Farsi in 100 Days. In each video, I review one page from the book, and today I'm going to review the next one. It is Day 41, Part 4. خواندن، خواندن. برج آزادی یکی از نمادهای شهر تهران است. این برج بیش از 40 سال پیش توسط معمار ایرانی طراحی شد. نام این معمار حسین امانت بود. در ابتدا نام این برج برج شهیاد بود. این بنا به مناسبت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران ساخته شد. این بنا به مناسبت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران ساخته شد. میدان آزادی که برج آزادی در آن قرار دارد، بزرگترین میدان شهر تهران است. برج شهیاد پس از انقلاب ایران در سال 1979 میلادی به نام برج آزادی معروف شد. این برج در ایران نمونه ای از نماد و نشانه های شهری است. برج آزادی دارای معماری منحصر به فرد است که آن را به نمادی زیبا تبدیل کرده است. Alright, let's take a look at the new words of this day. کلمات جدید: نماد، ناسزا، بخشیدن، کینه، تبدیل شدن، گناه، خوشمزه، جای گرفتن، نشانه، یاد بود، بنا، طراحی کردن، بدل شدن، توسط، مقصر، زشت، علامت، هویت، شاهنشاهی، معمار، مناسبت، به خاطر، دلیل، دلخور شدن، به خاطر آوردن، بنا کردن، ویژگی، حافظه، دست زدن، رفتار، نادیده گرفتن، تنبیه کردن، تقصیر، قضاوت کردن، توجیه کردن. Alright, thank you for watching this video. If you really enjoy watching my videos, please take a moment and like this video. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you for your support.